ای آقا باز روستازاده گرگانی دروغ محش آقا تبست به 3-4 سال پیش نیست یه پیلیکان اومده پیلیکان در اینجا من وطنم را یافتم تیرگان جشنی است باستانی که به مناسبت آغاز تابستان در شب 13 تیر ماه توسط مردم دامنه‌های کوه دماوند برگزار می شود. این روز روز ملی دماوند است. بلندترین قله ایران و بلندترین آتش فشان آسیا. این آتش فشان خاموش که در بخش لاریجان استان مازندران قرار گرفته است در واقع مشهورترین نماد ملی کشور نیز هست. دماوند در طول تاریخ با اسطوره و راز و رمز در هم آمیخته و از معدود نمادهایی است که اهمیتش هم در ایران قبل از اسلام و هم ایران پس از اسلام به یک میزان حفظ شده است. اولین کسی که طبق تاریخ ثبت شده به دماوند صعود کرد ابودلف خزرجی جغرافیشناس عرب بود که البته به قله نرسیده ولی تا ارتفاعات بالای کوه پیش روی کرد. اسطوره ها می گویند فریدون پس از قیام ضحاک را به بند کشید و در قله دماوند زندانی کرد که تا ابد آنجا در بند بماند. هرچند تاریخچه صعود به دماوند چنین مبهم و آمیخته به اساطیر است، تاریخ صعود اولین دوربین فیلم برداری به آن به خوبی ضبط و ثبت شده است. در کتاب سینمای مستند محمد طهامی نژاد آمده است در سال 63 طرح مستندسازی درباره کوههای ایرانی تصویب شد و 2 سال بعد اولین گروه فیلم برداری به قله دماوند رسید. فیلم دماوند در کنار تفتان و علمکوه سه فیلمی است که در مورد صعود به کوههای ایران در اوایل دهه 60 ساخته شد. در گروه سازنده مستند دماوند چهره‌های ناماشنایی وجود دارند. محمد بزرگنیا کارگردان، رضا جلالی فیلمبردار، حسن زاهدی صدا بردار و حسن بشکوفه تهیه کننده فیلم بودند. همینطور شاعر تهرانی محمود مشرف آزاد ملقب به میم آزاد نیز متن گفتار فیلم را نوشت. متنی که در سراسر فیلم با صدای پرویز بهرام خوانده می شود. آب درمان بخشی که از قلب گداخته دماوند در دهکده آب گرم فرا می جوشد شالیکاران دردمند را از آن سوی البرزکوه به سوی خود می خواند تا زمانی
تن به آب شفابخش بسپارند و از درد جان آزار ماها کار در گلولای شالیزار بیازایند. آنان از شفابخشی این آب داستانها میگویند و به آن حرمت میگذارند. گفتار متن همراه سفری است که گروه فیلم برداری از دامنه‌های دماوند شروع کرده و روی قله رفیع آن به پایان می‌رسانند. محمد بزرگنیا بیشتر با فیلم‌های داستانی دریانوردیش مشهور است. او پیش از ساخت فیلم‌های مشهور جنگ نفکش‌ها و کشتی آنجلیکا به مدت 25 سال برای تلویزیون مستند ساخت. هزاران سال پیش پنج کوه سترگ از دریای بزرگ تیس به آسمان ایران زمین سر برافراشتند که از این میان دماوند به بلندای 5671 متر سرفراز بر تارک زمین می درخشد. دماوند شکوهمند سرشار است از رمز و راز و جاذبه های جادویی که بیننده را جاودانه به سوی خیش فرا می خواند. در اندیشه گذشتگان بدی را هرگز بر این کوه راه نبوده است مگر چون ضحاک جادو پای در بند. هر بامداد کولیان آهنگر به آیین کهن با فرو کوفتن نخستین پتک ضحاک اهرمن را نفرین می کنند که لعنت خدا بر ضحاک باد. لعنت خدای بر ضحاک. بزرگ داشت نیکان و پاکان و فروداشت ستمگران و ناپاکان در این دیار هر زمان به آیینی برگزار می شده است. روزگاری دراز هر ساله بر بلندای دماوند آیین سوگ سیاوش به جای می آوردند که جان پاک بر سر راستی و داد گذاشت. با گسترش اسلام از روزگار آل بویه ری و دماوند پایگاه استوار شیعیان شد و این آیین
به آینهای دیگر جای سپرد که بیگمان با شکوه ترینشان سوگواری سالار شهیدان است. در دهه عاشورا 10 تعزیه به نمایش در می آید که پرشورترینشان تعزیه حره ریاحی است که نخست از سپاه یزیدیان بود و چون به معرفت حق رسید بند ستم گسست و به حق پیوست و حر نام گرفت که آزاد مردی بود. همه سوگنامه هایی که در دهه نخستین ماه محرم به نمایش در می آید خود بخشی است از سوگنامه بزرگ که لحظه اوج آن شهادت سالار شهیدان است. روز جزا نمی ترسم منم یکی همون هرچند تعزیه بیان دقیق فاجعه تاریخی کربلا نیست،
اما بر سوگواران چنان اثر عاطفی عمیقی می‌گذارد که سرانجام خود نیز بخشی از برگزار کنندگان این آیین می‌شوند. آیین سوگواری به پایان میرسد و هر کس به دیار خیش باز میگردد. زندگی روزانه دیگر بار چهره سخت و خشن خود را به کوه نشینان نشان میدهد. زمان کار در دماوند کوتاه است و زمستان طاقت سوز در پیش. باید به فکر توشه فردا بود و برای دام علوفه فراهم آورد. زندگی این مردم از رهگذر دامداری می‌گذرد. آب درمان بخشی که از قلب گداخته دماوند در دهکده آب گرم فرا می جوشد، شالیکاران دردمند را از آن سوی البرزکو به سوی خود می خواند تا زمانی تن به آب شفا بخش بسپارند و از درد جان آزار ماها کار در گلولای شالیزار بیاساید. آنان از شفابخشی این آب داستان‌ها می‌گویند و به آن حرمت می‌گذارند.
خان نعمت و برکت دماوند همه جا گسترده است و هر کس به قدر همت خود از آن بهره‌ای می‌گیرد. بهار کندوداران از همه سو رهسپار دامنه‌های سبز و عطرآگین دماوند می‌شوند و کندو می‌گسترند و چون پاییز فرارسد شهد شیرین گل‌های شاداب دماوند را به پاداش بردباری و سخت کوشی با خود به رهاورد می‌آورند. در گذار از راه تاریخ بر رهگذر کنجکاو گاه به طعن و کنایت عبرت ها می آموزد. این دره روزگاری راهی کاروان رو بود که تهران قدیم را به مازندران می پیوست. شکوه صخره های دیرنده بر سر راه گویی شاهان و سران قاجار را لحظه هایی در خلسه جاودانگی فرو برده است که فرمان دادند حجاران نقشه برجسته پیکره های آنان را با همه افتخاراتشان و با هنرمندی تمام بر دیواره بلند گذرگاه کندکاری کنند تا در چشم آیندگانی که از این رهگذار در می‌گذرند زندگی جاوید بیابند. اما شگفتی بین که با گشودن راهی تازه این نقش برجسته چنان پرت افتاده است که جز میرابی سخت کوش که آب چشمه معدنی بالادست را به استراباکو می‌برد دیگر هیچ کس از این دره اشباه گذر نمی کند. آب معدنی استراباکو را آب شفا هم می‌دانند. هرچند به درمان بخشی همتراز آب گرم لاریجان نیست، اما دستیارتر است و چشماندازهای زیبای طبیعیش رهگذران دره حراز را به سوی خود می‌خواند تا تنی به آب بزنند و دمی بیازاید. بر دامنه های دماوند و بر سر راه های کاروان روی قدیمی دشها و جانپناه هایی به یادگار مانده است که
که کوه نشینان درباره آنها افسانه های بسیار پرداختند. اما هیچ کس به درستی نمی داند که این دشها جان پناه مردم از بیم تارازگران بوده است یا کمینگاه راهزنان و یا مدفن مردگان. هرچه هست امروز تنها بازیخانه کودکان است، با بازی ها و بازیچه هایی که هم از گذشته های افسانه‌ای دور نشانی دارد و هم از زندگی واقعی امروز. ناندل آخرین آبادی و عزیمتگاه کوهنوردانی است که راه دشوار جبهه شمالی را برای دست یابی به قله دماوند برمی‌گذارد. از اینجاست که میتوان قامت استوار دماوند را بی هیچ حجابی در غروب‌ها و طلوع‌های بی‌شمار سراپا به تماشا نشست. صالحی آشنا و یار دیرین کوه نوردان است. همه این پیر راهنمای کوهستان را به نام می‌خوانند و به دیدارش شاد می‌شوند. خانه او نخستین پناهگاه است. دشوار می‌توان بیاری صالحی و فرزندانش که بار سنگین توشه راه را بر دوش می‌کشند به قله راه یا. ناندل بهشت بازی های کودکان است. هوا خوش است و نسیم نرم نرمک کودکان را با باد بادک هایشان در خیال از قله فراتر می کند. سکوت ناندل را صدای کاروان کوهنوردان در هم می‌شکند تا قله راهی دراز در پیش است و زنان ناندل نگران پسران و همسرانشان. دماوند قربانیان بسیار از آنها گرفته است.
در گوسفند سرا که خیمگاه شبانان در ارتفاع 3000 متری است، درنگی باید کرد تا توشه راه کاروان فراهم آید. زندگی شبانی مبارزه سخت و بیامان با طبیعت ناسازگار. شبانان هر سال همراه با گله های بیشمار در جستجوی چراگاه های بکر راهی دراز و دیرانجام را از بهار تا تابستان در دامنه های دماوند پشت سر می گذارند. زندگی این زنان و مردان کوچنده در گذر زمان چندان دگرگون نشده است. اینان همچون گذشتگان خود معنای کار و زندگی، سوگ و شادی، تولد و مرگ را در حرکت مدام یافتند. زنان و مردان شبان بردبارانه از خشونت‌های زندگی ظرافت می‌آفرینند و هنرمندانه از طبیعت می‌گیرند و بر زندگی می‌افزایند. Yeah.
Ali. گرمای درون گداخته دماوند در برخورد با سرمای طاقت سوز زمستان صخره‌های سترگ را در هم شکسته و سنگلاخی پدید آورده است. راه پیمودن در این سنگلاخ با کوله‌باری سنگین بر پشت توان فرساست. کشمنداز دوردست پناهگاه چهارهزار شوق شبی آسودن و باز فراتر رفتن را در کوه نوردان بیدار می کند. شاید از این بلندا بود که آرش کمانگیر همه ی جان و توان خیش را در چله کمان گذاشت و تیری رها کرد که از همه سرزمین تبرستان و گرگان و نشابور و سرخس و همه بیابان مرو گذشت و آن سوی جیهون بر گردوی کهن فرو نشست و آن جایگاه مرز ایران و توران شد. آرش سراپا آتش بود که چون تیر رها کرد خاکستر شد و باد خاکسترش را بر سراسر این سرزمین فرا گسترد. گرداگرد قله دماوند را شکوه یخچال‌ها و گستره برفزارهای هزاران ساله به زیبایی آراسته است. در سرزمینی که هر قطره آب گوهری است کمیاب،
که بر سر دستیابی بدان سیل خون به راه می افتد، دماوند زندگی بخش دریاها نثار خاک تشنه می کند. در گذار از فراز یخچال سیوله به پناهگاه 5000 نزدیک می شویم. هوا هر دم رقیق تر می شود، تن سنگینی می کند و بوی تند گوگرد سرگیجه می آورد. نیاز به آسایش پاهای خسته را از رفتار باز می دارد. با غروب خورشید پژواک بلند شیونی در باد می‌پیچد. کوهنشینان می‌گویند این مویه‌های نومیدانه ضحاک است که از بام تا شام در تلاش رهایی از بند گران فریدون بر خود می‌پیچد و شباهنگام چون می‌کوشد تا آخرین بند از تن بگشاید، دیگر بار بندها بر تن او استوار می‌شود. این فضای وهم‌انگیز با بوی زهرآگین گوگرد کابوس می آفریند، کابوسی که گویی از آن گریزی نیست. خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی، شب خشم بیامان دماوند با یاد مردگانش در خواب جان میگیرد. این آتش فشان خاموش همواره رام و آرام و مهربان نیست.
بچه که چیز نشد؟ دیگر تا قله راهی نیست، هرچند در تنهای خسته و فرسوده ما تاب و توانی نمانده، اما شوق دستیابی به قله ما را به پیش میراند. بر زمین اوریان گوگرد زردی میزند و سموم جانازارش دلاشوبه میآورد. این همان گوگرد احمر است که کیمیاگران سودازده روزگاران پیش را به سوی خود فرا میخواند تا با دستیابی بران همه چیز را طلا کنند. اما سموم گوگرد جز مرگ هیچ نمی آفرید. هفتصد سال پیش مردانی که بر این قله دست یافتند در وصف دماوند چنین آوردند: بر قله 70 سوراخ است که دخان کبریت از آن بیرون می آید و هیچ حیوان در آنجا قرار نتواند گرفت از سرمای سخت و باد قوی. و چون نیک بنگری کوه‌های عالی چونان پشته‌های کوچک می نماید و بحر خزر چون جوی باریک. و هر کس بر این قله به خواب رود دیگر از خواب بر نمی خیزد. شوق یاران را در بر می‌گیرد. آنان به چیزی فراتر از قله دست یافتند، اینکه آدمی را توان آن هست تا از خویشتن خویش فراتر رود. بر ستیغ بلند دماوند از زنان و مردان بلند همت که بی سودای نام تا به سر منزل عشق این همه راه آمدند، نشانه های کوچکی به یادگار مانده است. یادشان گرامی باد. خان نعمت و برکت دماوند همه جا گسترده است و هر کس به قدر همت خود از آن بهره می گیرد. دماوند گنبد گیتی مثل دیگر آثار محمد بزرگنیا اهمیت فراوانی به تاریخ می دهد و بیشتر دماوند را از جنبه رابطه انسان ها با آن بررسی می کند و از این بابت از دیگر مستندهایی که سفر کوهنوردان را مبنا قرار می دهد متمایز می شود. شکوه صخره های دیرنده بر سر راه گویی شاهان و سران قاجار را
لحظه هایی در خلسه جاودانگی فرو برده است که فرمان دادند حجاران نقش برجسته پیکرهای آنان را با همه افتخاراتشان و با هنرمندی تمام بر دیواره بلند گذرگاه کندکاری کنند. یکی از لحظات بیاد ماندنی فیلم جایی است که فیلم درباره نقش برجسته شاهان قاجار در دامنهای کوه سخن میگوید. نقش برجسته شکل شاه که در زمان ناصرالدین شاه کنده شد. دماوند گنبد گیتی کامل ترین اثر درباره دماوند نیست، اما اولین و یکی از مهمترین آثار این نماد ملی کشورمان است.